در وزن 70 کیلوگرم. یه فایت جذاب و قطعا داگ فایت زیبایی خواهیم دید. آقای نامدار مرادی. آقای میثم الهیاری. آقا برو کنار، آقا برو کنار. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lie. گوشه آبی کیج از استان کرمانشاه شهر جوانرود. کسی نیست جز نام یار مرادی. و گوشه قرمز کیج از شهر شیراز استان فارس آقای میثم الهیاری، داور مسابقه علیرضا وفایی. مبارزه سوم در وزن 70 کیلوگرم دسته سبک وزن بین نامدار مرادی از کرمانشاه شهرستان جوانرود در مقابل میثم الهیاری از استان فارس شهر شیراز. نامدار مرادی با قد 1.75 و رکورد 3 پیروزی و بدون باخت و میثم قد 1.70 متر و یکی از استعدادهای سازمان IFC بوده که تونسته به سازمان پهلوان راه پیدا کنه و اولین آقای علی سازمان انجام بده. خب اینم در نظر داشته باشیم که نامدار مرادی در بازی آماتوری IFC فکر میکنم توی جدول بندی نفر اول شد که وارد IFC شد. خب پس هر دو از IFC به
پهلوان اومدن باید ببینیم که روبرویش رکورد حرفه‌ای داره یا نه. یکی از توی سازمان IFC تو قسمت استعدادیابی فایتر انتخاب شده تا در سازمان پهلوان هم مبارزه کنه. بازی جذاب میشه 100%. میبینیم نامدار مرادی میثم علایاری، فایت دسته سبک وزن، دسته وزنی 70 کیلوگرم. نامدار مرادی قهرمان کشتی ایران بوده و از رشته کشتی وارد MMA شده. حریف رو Oh my god! چه پانچی! یک لحظه! واو! چه لنگی! خب نامدار واقعا تجربه واقعا نشون میده که نامدار خودش داره کم کم مغلوب میکنه. قهرمانی از دیار ایستادگی میکنه صحنه و کرمانشاه گراویز هستن. نامدار مرادی از فنون کشتی که بلده استفاده میکنه و حالا بازی خوب ایستادگی میسم علایارم خوبه، خوب بوده ولی ضربه بدی خورد. توجه می که ضربه بدی خورد. حالا یه حمله میکنه، یک ضد حمله است. نامدار تک داون روی مونت قرار میگیره، پوزیشن مونت. خب کار برای یاری سخت میشه و حالا میره برای ضربات. ضربات پشت سر هم ببینیم داور بازیو قطع میکنه یا نه. یا میتونه خودشو از زیر نامدار بکشه بیرون. میثم داره دیفنس میکنه ضرباتو، یه پول میزنه اما ناموفقه. نامدار ضربه البو پانچ پشت سرم با دست تخصصی و حالا میچسته میثم. میثم ضربه های پانچ سنگینی میزنه، خوب استقامت کرد در مقابل پانچ های خیلی سنگینی که خب یه پول ناموفق دیگه شد. فکر میکنم میثم گیج باشه. میثم باید سعی کن از این موقعیت پس بشه. خوب چسبیده به نامدار مرادی. نمیدونم نامدار مرادی خستش چیه، فکر میکنم میخواد با زانو پاشو دستشو کنترل کنه ولی تعجب میکنم کار خاصی انجام نمیده. پوزیشن خیلی خوبی الان توی دسترسشه ولی خب استفاده نمیکنه به خوبی. شاید برنامه داشته باشه میخواد ما رو سورپرایز کنه. حالا یه بار دیگه ضربه و رو میکنه. ورق برگشت. حالا ورق بر میگرده. در هاف کارت قرار میگیره. میثم یاری و دوباره دست توی لنگ. حالت یه دستو داره. نامدار بیشتر به سبک کشتیگیرا بازی میکنه. نامدار میخواد ضربه رو با پانچ تموم کنه بازی رو. خب الان علایاری اونو به پشت نامدار به کی زده و کار برای نامدار سخت میشه. الان بهترین موقع برای تک داون. دیگر رو کنترل میکنن هر دو و میره برای مچ پا. خب این موقعیتیه که اگه برای نامدار اتفاق میافتاد خب بهتر نتیجه میگرفت با توجه به اینکه ضربه پانچ بک‌گراند کشتی داره. خوب داره کنترل میکنه میثم علایاری نامدارو. واقعا سخته. شرایط کنترلی یک اشتباه ممکنه به دیواره کج تکتان بکنه و رود قرار بگیره بازی رو تمام کنه. پس شرایط خیلی سختی است. نامدار دستشو گرو گرفته و به هیچ وجه ول کنه قضیه نیست. نمیدونم چه برنامه‌ای داره. تو ثانیه‌های بعدی حتما مشخص میشه. همچنان در حال کنترل
خب تو این کنترل میشه گفت میثم مهاجم تره، خوب ضربه هاشو میزنه. یه زانو از نامدار، 10 ثانیه تا اینکه راند دوم تموم بشه. راند اول خوب بود، بازی نسبتاً جالبی بود. با اینکه نامدار مرادی واقعا حملات خوبی کرد، میثم هم خب خوب تونست خودش خوب بازی کرد، خوب خودش رو جمع کرد. حالا یه لحظه حواسم نبود و اینجاست که واقعا میشه گفت مسئولین آی‌اف‌سی و پهلوان به خوبی تونستن یه استعداد و یک تالنت رو تشخیص بدن و به یک لول بالاتر بفرستن برای مبارزه. خودم راند بعدی راند پرهیاهوی باشه، فایتر رو به خوبی هم آنالیز کردن، نقاط ضعف، نقاط قدرت. مسلمن لایاری به فکر اینه که نامدار تکتانش نکنه و نامدار به فکر اینه که لایاری اون رو پانچ از پای در نیاره. مشخصه تو راند اول در تو پایی که قوی داره، کشتی که قوی داره، که به سبک کشتی مبارزه می کنه، که به سبک مبارزه سرپا مبارزه کرد. خب میثم لایاری خب استرایکره مشخصه و نامدار مرادی هم کشتیش میچربه به میثم. راند دو آغاز میشه، نبرد بین کرمانشاه و استان فارس. هر دو فایتر نفس میگیرن و آماده میشن برای جنگ در راند دوم. راند دو پایان بازیه یا اینکه به راند سه کشیده میشه. دو رانده خب بچه ها میگن از اتاق فرمانی که دو رانده و بازی دو راند تموم میشه. خب پس فایده باید هر چی میدارن. خب مبارزه توی آندرکارد یعنی توی قسمت پرلایمز طبق تصمیمی که مسئولین سازمان گرفتن دوران هستش و مین کارت سه راند و مین ایونت هم که 5 راند هست. دوباره رو در روی هم دوباره رو در روی هم قراری میگیرن. یه شوک میده حالا به سبک خودش. هر دو دیگه همدیگه رو بهتر درک میکنن برای مبارزه، بهتر میدونن که چیکار باید کنن چیکار نکنن. لایاری مرتب در حال شوک دادن است به نامدار مرادی. حالا از کدام نایه وارد بشه تا چند ثانیه مشخص بشه نشون میده میثم. حالا یه دست خطرناک، یه دست خطرناک دیگه و خورد. این برای بار دومه که همچین ضربه سنگینی میخوره میثم. لایاری پس نمیره، یه ضربه نامعلوم میخواد چیکار کنه یه نامدار. یه کامبینیشن تک دست از نامدار. چی زد اون لحظه؟ من نفهمیدم. آپر او مای گاد، ضربه خوبی زد، صداش تو کل سالن پیچید. فک فولادی داره میثم علایاری، فکش علایاری، باری کلا به میثم و باری کلا به نامدار. میشه گفت مثل نیت دیاز در سازمان یو اف سی. فک خوبی داره واقعا. خب تعقیب میکنه نامدار مرادی رو و نامدار مرادی نشون میده میخواد حالا میره برای تکتان. تکتان موفق و کنترل سایت مونت مونت دقیقا مثل راند قبل. حالا مثل راند دو میکشونه اونو به گوشه قفس. ببینیم چه برنامه‌ای داره نامدار مرادی و آیا اینکه نامدار. من فکر میکنم قصدش اینه که با ضربات مش تموم در کنه در خاک گراند اند پانچ، تو همین حالت با پانچ تموم کنه. ولی خب نمیدونیم والا میثم مثل تا این قد داره کنترلش میکنه و مهارش میکنه. ببینیم والا چی میشه تو ثانیه های آینده، همه چیز مشخص میشه. ولی من احساس میکنم این بازی علایاری از فک طبیعی برخورداره. فک فوق العاده ای داشت،
من وحشت کردم. چند تا ضربه پانچ، یه دونه هوک راست. راند قبلی یه ضربه سنگین داد. من میگم با امتیاز بازی مشخص بشه. بک دیفنس کرد. اگر با امتیاز باشه قطعا تا به اینجای کار نامدار مرادی برنده بازی است. برنده نبرد بین خودش و الله یاری. میتونه اینجا یه آرمار خوب بره نامدار مرادی، ولی نمیدونم برنامه‌اش چیه. برنامه‌اش من فکر میکنم ضربات پانچ مثل فایت قبل باعت... هستش جدا بشه. خب به نظر من داره خودش رو فقط خسته میکنه با این کار. حالا تعجب میکنم، موقعیت خوبی هم هست برای اجرای ساب میشه. دست رو نای الله یاری، یک البو که با ساعت میشینه صورت میسم. الله یاری در این حالت نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه خب برگرده، نمیتونه گاردشو بل کنه. یکی دو تا پل هم میزنه ولی خب ناموفقه. وضعیت نامدار رو نمیتونه خراب کنه. چنبر زده روش نامدار مرادی، دستاشو خوب گرفته. از دقیقا کاری که تو اونجا میتونه انجام بده اینه که به چسبه به نامدار مرادی که دقیقاً اگر نخوره. جدا کنه خودشو از نامدار، دوباره با ضربات وحشتناک نامدار جدا کنه از خودش. دقیقاً خب با پا کمک میگیره از قفس، فکر نمیکنم خطا باشه همچین حرکتی با پا گرفتن از قفس. با فنس خب یک لحظه نه، ولی خب دوباره یه پول اگر... حالا یه پول، این حرکت بسیار خطرناکه چون ممکنه از بالا تریانگلش گرفته بشه. واقعا حرکت خطرناکی بود. بهترین کار اینه که پول بزنه. شرایط بازی هم خیلی سخته، شرایط سختیه تو موقعیت نفسگیری افتادن هر دو، بازی سنگینه، فشار ضربات نامدار و فشار کنترلیه میثم اللهیاری کارو واسه هر دو تاشون سخت کرده تو این ثانیه ها. نامدار مرادی اگر به تکنیک آرمار مسلط باشه قطعا میتونه همین الان کار رو تمام کنه، ولی نظرش چیز دیگه است. نظرش ضربات مشته که گفتم میثم اجازه نمیده، یعنی نمیذاره ازش جدا بشه که راحت بتونه ضربات بزنه. بهزاد عزیز 10 ثانیه تمام. منتظر سوت پایان. تمام. راند دوم تموم میشه. همون جور که خودم پیش می‌دیدم. راند آخرم بود. بازی با امتیاز و با رأی احتمالاً متحد داوران. و رأی متحد داوران. به نفع من حدس می‌زنم به نفع نامدار مرادی باشه، ولی هنوز غیر قابل پیش‌بینیه. همینطوره. و رأی این بازی واسه ما جذابه. همه در سالن منتظرم ببینم خدا دست خودم اگه از قهرمانان کرمانشاه یا استان فارس بالا میره. کرمانشاه شهر زیبای جوانرود. ولی خب پیروز مسابقه خب به رأی متحد داوران آقای نامدار مرادی برنده بازی. برنده نامدار مرادیه که ظاهرا نامدار صحبتی داره خوب در خدمت